اینجا فکر کنم بیسمنت خونه تو آبه. همون بریم. آخ 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 اینجا صدا رو میشنوی؟ خیلی بد شده، مرقم قطع شده، رنگ ها اینا دارم باد میکنم، اصلا این سه عجیب غریبی شده. سلام و برعکس یوتیوب پویا صادقی، امروز اومدم دوباره با شهریار و یک سفر کاری دیگه به سمت کرانه. از اون سفرهای کرانه یه جنجالیه که دفعه پیش گذاشتیم وایرال شد، داشتیم صحبتی تو ماشین میکنیم، یه ریل همینطوری با شهریار گذاشتیم، یه میلیون ویو خورد. مثلا گفتیم امروز دوباره از این صحبتهای جنجالی بکنیم در رابطه با همه چیزی که داره تو این چند وقت اتفاق میفته و از سفرمون هم به سمت کرانه. در یادتون بخیر. سلام خوبی؟ مخلصم. اینم جاده یا در حال رانندگی به سمت کرانه. این جاده رو من همیشه خودم میشینم، ولی این دفعه گفتم شهریار بشینم که من بتونم از قدرت فیلمبرداری استفاده کنم برای شما ولاگ خفن‌تری بسازم. پس با ما باشین تو این ولاگ، به خاطر اینکه صحبت خیلی باحالی با خانواده‌تون بکنیم. بعدش هم داریم میریم یه دونه از خونه‌ها رو می‌خوایم بازسازی داریم می‌کنیم، می‌خوام مثلا یه سری کفپوش بخریم، یکی دیگه از خونه‌ها رو داریم به یکی از مستاجرایی که الان داریم اجاره می‌دیم. چه خاطره بگم البته ما من شهریار با جفتمون وقتی زمان کانستراکشن بودیم تراک داشتیم. من یه دونه تراک حالا یه بزرگتر داشتم، شهریار تراک کوچیک‌تر داشتن، کمتر سر ساختمون اینا میومد. بعدش حتی جاده که داریم میریم یه دونه از این تراک‌های شهریار اینجا هست. بعدش ایرانش این تراکه و شهریار تو همین جاده با تراکه فکرم ماه اولی بود که ماشین رو گرفته بود رفت تو دره. عجیب غریبی ماشین گرفته بود، ماشینش مسئله داشت البته. بعدش هم درسته ماشین ایران داشت یا زمین کج بود؟ یکم از هر دوتا دیگه، یکم از هر دوتا. این جاده اینقدر قشنگه خودش، هر روزم بیای این جاده رو بری خسته ازش نمیشه. خیلی از قشنگترین جاده هایی کهش میشه سفر کرد. فروشیه کسی میخره نه تبکه تا جاده رو کرد. یه چیزی که میخواستیم بگیم در رابطه با پول بهتره شهریار جان یا درآمد بالا؟ یعنی تو سرمایه بیشتری داشته باشی بیشتر بالا به درآمد بالا؟ ببین هر دوتا مزیت ها و معایب خودشو داره دیگه. خب یه مادر بزرگی داشتیم، البته مادر بزرگم بود، خدا بیامرزدش، یکی بود توی دهات به قولی ما از بچه ده موار. بعد میومد خیلی به قولی چرت و پرت زیاد میگفت، همه میگفت اما این یارو خیلی کارش درسته، این کارو نمیدونم این زمین رو گرفت ده برابر فروخت. چه لنز کوچیک گرفتم لنز رو بزنم صفحه لازم. آها بزرگتر. خب این زمین رو گرفت نمیدونم ده برابر رو فروخت، نمیدونم یه مرغداری کرد را انداخت، ده تا مرغش شد هزار تا مرغ. ای میومد به قولی پیازداغش رو زیاد میکرد. بهشون میگفتیم ننجون ما چی نگفت، همینجوری میومد هی گوش میداد. یک فقط یه حرفی زد، گفت خب این همه کار کردی پس دنبت کن. آقا اینو که گفت همه زدیم زیر خنده، گفتیم ننجون منظور چی از دنبت کن؟ دنبه دیگه مامانی. گفتم خب یعنی چی؟ گفت ببین دنبه میرسه به اون چیزی که آخر میرسه، یعنی شما قراره در واقع غذایی درست بکنی کاری بکنی، همیشه یاد من میفته که آقا این دنبش کن. راست میگه آقا درآمد، خیلی ها میگن ما درآمد داریم اینقدر درآمد داریم اونقدر، ولی آخر سر نگاه میکنی یا یه ماشین نداره. بعد میگه که داداش این همه میگی درآمد اینقدر درآمد اینقدر، کو الان به قول ننجون شهریار دنبت کو؟ به کجا رسیده این پولی که میگی داری به کجا رسیده؟ واسه همین اگه تو بیا ماهی 1,000,000 دلار هم پول در میاری، 990,000 دلارش خرج میشه، بابا درآمد تو 10,000 دلار، اشتباه نگی. این خیلی چیز مهمیه که میخواستیم با شهریار در موردش صحبت کنیم که آقا نظر کامنت بذاری الان این زیر نظر شما چیه بچه؟ نظر شما، به نظر شما درآمد بالا بهتره یا اون کسی که سرمایه بالایی داره؟ کدوم به نظرتون بهتره؟ اگه اینکه سرمایه داشتید باهاش چیکار میکردی؟ بهترین چیزی که الان به ذهنت میاد و بگو میخوام ویدیو بسازم. دمتون گرم. آمارو با
داداش با کی اومدیم سفر مثلا شهریار رو بشینه امروز جاده رو خوابید دیگه در حالی که من تسلا رو میارم واسه این سفر اینجا نیا کنی الان توی جاده دارم میرم خب اینجایی داره میره بعدش یه بار که این دکمه رو بزنی رو کروز میمونه من اینجا نوشته 110 تا باید بری ولی 120 تا الان من دارم میرم و 10 تا بالاتر اوکیه ولی ببین اگه الان فهمونو ول کنم داره میره روی لاین این بریه خب ولی لاین خودش اینجا فهمید الان یه بار دیگه هم بزنم پایین خب ببین الان دو تا خطو گرفته اینجا این دو تا خطی که اینجا گرفته داره میگه آقا من اصلا واسه خودم دیگه رانندگی میکنم فهمونم ول کن الان فرمونو ول کردم خب سر پیچه داره خودش میپیچه منم فرمون رو ول کردم بچه فرمون دست من اینجاست بچه خودش داره فرمون رو میپیچه یه دوتا لاین میره سرعت هم نگه رشته جوری که پلیس گیر نده من هم که دارم اینجا کانتنت رو میگیرم و میخوابم نیم ساعت دیگه میرسیم شهر زیبای کلونا دوباره خوش اومدیم رسیدیم اینجا بانک اومد این خونه اولو دید خودش تغییر چیزی انجام داده اینجا گفتیم نه قبول کرد خلاصه یادتون اینجا پر برف بود انقدر با من اومد این کلونا کل اینجا رو فکر کنم یادتون باشه این خونه آفتاب داره میزنه حالا ببین چه آفتابیه فال چهچهانی شهریار اومده اینجا داره دوباره شهریار جان چه خبر داشت از وقتی پیش که اومدی اینجا تغییر کرده یا نه شهریار اینجا جارو میکنه جارو کنه زنه اینجا شهر به 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 چه چیزی با کفشای 1500 دلاری کف اینجا رو بسر جارو میزنه شهری همچنین آدمیه شهری که خوب به این میگرم بچه حواستون باشه شهری که خوب میتونه بسر تون کلی پول سیف کنه ولی توی خونه هم که دیدین قبلا دیگه این چی اینجا رو دوز زده بود دوزه درخت کریسمس رو برده گذاشته اینجا درخت کریسمس دوزه است بعدش ها دیگه اینجا هنوز مونده آقا اجاره نرفته کسی رو میشناسید که کلونا میخواد اجاره کنه اینجا رو گوشم واسه اجاره ماهی 2300 همینجوری مونده اجاره نرفته اون یکی بود خونه که نشون دادم توی توالتش یخ زده بود اونو بردم اون اجاره کردنش 2200 گذاشته بودم یکی اومد گفت من دو تا میتونم بدم بهش دادم ولی این یکی مونده این پشتم که حیاطشه حیاط باحالی داره این قشنگ فنس کسی نمیتونه بیاد یه دونه استوریج اونجا داره اینجا واسه گلکاری چیزه میوه میتونی بکاری اینجا مثلا گوجه بذاری توت فرنگی بذاری هر چی میخوای میتونی اینجا بذاری اینا رو میذارن واسه اینکه مثلا گلگیاهای جوون قدرت وایسیدن رو پای خودشون ندارن میبندیشون به اینا آره دیگه این مدلی اینجا هم حالت جای نشستن و باربیکیو داره و از این بغلم که دوباره یه مسیر داره میری جلو بغلم که حیاطون باشه دوباره اینجا هم از این نداره من اصلا خودم نمیدونم چی هست چی نیست واسه بخوام اینجا هم که همون پنجره است که شیکونده بودن خواستن برن داخل همه درستش نکردن برام که فنس داره کلا این پراپرتی همش فنسته و خوبیش اینه که اگه حیوان داشته باشی مثلا سگ داشته باشی میتونی راحت سگتو بیاری اینجا هیچ مسئله ای نداره شهریارم که حال استراحت یه مول خسته شدی جارو زدی؟ خسته نباشی آقا شهریه یه چیزی داری ادوایسی داری واسه بچه هایی که میخوان تازه شروع کنن توی کار ریل استیت؟ آجی این مبله خیلی فکر نکنم تمیز باشه نشستی روشا حالا نشستی دیگه اون تیکه تمیز شد اونجا که نشستی تمیز شد اوکی بریم سمت این بر منتظر مردم میان ببینن دیگه و من در هم مسیر باشین آقا میکروفون نیاوردیم شهر جان یه سوال الان این ساختمانای نوعی که اینجا ساخته شده من یادم اون موقعی که ما داشتیم توی داون تاون کرانا خرید میکردیم این زمینا رو قیمت خونه ها بود چقدر اسکوئر فیت 700 آپارتمان نوساز چوب یعنی ساختمون چوب دیگه یعنی فریم چوب فریم چوبی درسته اینا فریمشون چوبیه چوبیه داداش دیگه تو میری توی ساختمون ما میریم تو ساختمون درفتی یه تو بحر ساختمون خوشت اومد فکر کنم میخوای چکشو بکشی این پاسبون زده باحاله آره. خب این ساختمون افتاد اسکورپیدی 700 الان که ما اومدیم اینجا کاغذی که گذاشته بودن دم خونه در عرض چند دو سال شد اینجا درسته تقریبا دو سال خورده آره این دو سال الان کاغذی که گذاشته بودن دم خونه آپارتمان جدید قیمتش چند بود اسکورپیدی 1000 با اجازه 1000 یعنی 700 دلار شده 1000 دلار اسکورپیدی دقیقاً خب اون وقت چقدر رشد این 300 دلار رو 700 دلار رشد 60 درصدی نه 700 40 درصدیه دقیقا
آقا هیچی دیگه، خلاصه این آپارتمان ها من رسیدیم. خبر خوبی که بودش این بود که یک کسی کاغذ داشته، یه دونه از این واحده اینجا رو گذاشته، اسکوئرفیتی 1000 دلار. ما حساب کرده بودیم اسکوئرفیتی 700، ما موقع حساب کردیم رو 1000. مثلا عجیب غریبی شده واسه سرمایه گذارامون. آره. خیلی خوشحال شدم از این قضیه، امیدوارم که بتونیم بفروشیم سود خیلی خوبی به همه برسونیم. برو بریم. این هم واسه این که بعضی نگه همینجوری داری میگی، این هم آدرس هم حالا اینجا هست، بعدا خواستی ببینید اینجا زده آپارتمان 583 اسکورفیت، قیمتش هم زده 569 هزار دلار. تقریبا میشه تقریبا 1000 دلار اسکورفیت. آقا اومدیم دمه یه دونه دیگه از این خونه ها با شهریار، و این یه دونه خونه بزرگیه که یه زمین خیلی بزرگیه، یه دونه گاراژ قبلا داشته اینجا، این گاراژ واسه مکانیک شاپ بوده انگار. این خونه رو واسه چند تا مستاجر گذاشتیم، یه اتفاقی افتاده الان میخوام بهتون توضیح بدم. بیام سریع بهت نشون بدم. اینجا چند تا مستاجر گذاشتیم، ولی مستاجره به خاطر اینکه خیلی دوز و اینا میاد، هی از اینجا پا میشن میرن. تو این کوچه ما 5 تا خونه رو داریم با شهریار، بهتون نشون بدم. زمینش خیلی بزرگه، زمینش تقریبا 5000 متر، و اینجا یه دونه استخر داشت. ما اومدیم استخرش رو اینجا هرچی آشغال این دور و بر بود و کردیم تو این استخره. این چطوریه که بعدش تازه فهمیدم که آقا اصلا کلید خونه رو باز نمی‌بردیم، مثلا همین دوباره داره میاد قفل درو بشکونه. ولی اتفاقی که افتاده اینه که رفتم دم در دیدم صدای آب داره میاد، فکر کنم اینجا یخ زده بود، یه لوله هم تو خونه ترکیده، واسه همین منتظرم بیادش ببینم لوله که صدا آب داره میاد بدجوری بود، ببینیم صدای آب بگیریم. اصلا فکر کنم بیسمنت خونه تو آبه الان، بریم. ولی نمیدونم دیگه، اینجا همینجوری ریختن کثیف کردن. این کولر واسه 60 سال پیش فکر کنم این کولر. آخ اینجا صدا رو میشنوی؟ آره میاد صدا. اینجا هم قبلا شکونده بود، این درم دوز اومده بود تو خونه، همه ی لوله های مسی ساختمون دوز. یادت شهر چه اتفاقی اینجا افتاده بود؟ این خونه تاریخچه عجیب غریبی و عقب بهتون نشون بدم این خونه چه شکلیه. اینجا یه حوض داشته خوشگل. بابا اینجا قبلا مردم زندگی میکردن، حال میکردن. سازنده های بدی مثل ما اومدن اینجا رو خریدن و الان اینجوری شده دیگه. اینجا خالی انداختیم چند وقته. البته این کوچه تا اون ته کوچه واسه ماه. آقایی که قفل باز میکنه اومد اینجا. این چه جوری قفل باز میکنه؟ اینجا اومد اینو باز کنه آجی. نشد. برم اون یکی قفله، چون از بغلم یه در داره، شاید اون راحت تر باشه. خودش حال میکنه طرف من میام کنونا، یه داستانی هست. دفعه پیش که دوز زده بود، بعدش بعد از اونم که آب چیز گرمایش خونه کار نمیکرد، امروز هم که این داستان. گوشیم هم داشت میمورد تازه، چون تسلا چیز نداره، کلید نداره. کلید داره، من کلیدشو نمیارم، فقط موبایلم کار میکنه. موبایلم داشت خاموش میشد، داشت ماشینم داشت دیگه کار نمیکرد. اصلا بد داستان، خدا شکر موبایلو در جا فهمیدم گوشیمش تو چارج داره چارج میشه. ولی خب این یه ذره رو مخ دیگه. موبایلم تو آب اومده توی خونه، ولی اینش دیگه چیز نیست، مهم اینه. Wow. Yeah, it's coming from up top too, like coming from the top, yeah. To the floor upstairs as well. How is that even possible? That's inside the house. It's probably the pipe that's going to the kitchen, I'm thinking. Yeah. خب فهمیدیم که مشکل از کجا بوده. این خونه چند وقت پیش بهتون گفتم لولای مسیشو یه کسی دوز زده بود، همه لولای مسی رو دزدیده بود. بعدش من این لوله کشو بردم که لولای مسی رو عوض کنم، لولای پلاستیکی گذاشتم. جدیدن دیگه تو کانادا مسی نمیذارن، بعد همه چی پلاستیکی باشه. بعدش نگو اون کسی که اومده بسته اون کانکشن آخری که از یخچال، آب یخچال به لوله پلاستیکیه، اونو محکم نبسته، شوت شده بیرون و خونه آب گرفته. حالا بعد پامپ بیاره شروع کنه پامپ کردن. چطوریه دیگه؟ میگی چقدر آب اینجا خیلی بد شده. عرقم قطع شده، رنگ ها اینا دارم باد میکنم، اصلا اینسه عجیب غریبی شده. شده دیگه کاریش نمیشه که. آره ولی الان اینویس خونه رو بسید نشون بدم. یه خونه دو خوابه است، یه اتاق خواب، اتاق خواب دوم،
این قسمت لیوینگ رومشه. این فایرپلیس ناتورال داره. و اینجا هم این تو بریم یه سی بخوریم، خیلی گشتمه. با ما همراه باشین چون که غذاهای خیلی خیلی باحالی کلانا داره. خب آقا غذا رو آوردن، این چیه؟ غذا شهریار. این بزنیم بعد غذا به شاپسیک بزنیم و این هم تبلیغ کوکاکولا نیست، این ویدیو رو دوبار بگیم. آقا این هومدیپا یه مغازه‌ایه از روز خیلی ساختمانی کنید، پس دوست داریم ببینید قیمت های مساله ساختمانی چقدر و چطوره. با ما باشین، چند تا نمونه شو میخوام بهتون نشون بدم. تقریبا 100 واسه یه خونه 100 متری هم باید کفپوش پلاستیکی بخریم، بهش میگن واینال فلورینگ. اونم ببینیم چقدر شما میگین چقدر میشه با مالیاتش 3500. میره خفن در اینجای غذا چیه؟ گوه بریم. خب بچه یه اتفاقی که افتاد اینجا، الان این لوله کشه رو ما چجوری بخوایم بهش ثابت بکنیم که آقا این اتفاق مشکل ایشون بوده؟ آقا شهریار شما که جاجی، شما که عادلی، ما بگو. باید یه نفر دیگه پلامر بیاری که در واقع تخصصش بالاست. بچه یه چیزی که شراکت من شهریار اینه که ایشون یه آدم اینطوریه، یعنی واقعا الان مثلا من خودم نمیستم چیکار کنم، میرفتم با یه روی جنبه بس کنم دیگه. باید ولی... بری آره یه کسی که تخصصش بالاست که آب که تموم شد اون فیتینگ رو دست نزنی، بگو آقا از فیتینگی از اینجا خراب شده. آیا منوفکچرر بوده یه کارخونه بوده یا بوده؟ مشکل چی بوده؟ البته ایسی که هستش که این خونه رو قبلا به ما تحویل داد چرا اینجور نبود، کسی هم اینطور نبوده، چی دلیل شده؟ یعنی سرما شده حتما دیگه. اینم هست میدونی، چون این خونه رو به ما تحویل داد آره مسئله آره. نداشتش مسئله که مسئله نداشت آره. اگه آب چسب نزده این لوله، آب تو لوله همیشه بود، ما که دست آره. نزدیم به این درست و 100% سرما و گرما این کاری کرده. ممکنه، ولی خب این حتما کارشو درست انجام نده که سرما و گرما همچین کاری کرده آره. چون خودش هم گفت دفعه اول همچین چیزی رو دیدم آره. حالا ما بهش میگیم وسطش یه جایی باید بگیریم دیگه، این چقدر هزینه میشه؟ آره بهش میگم اینقدر شده هزینه، اگه میتونی کمک کن نمیتونی کمک نکن. آره اگه آدم باوشی باشه میدونه ما کار زیاد داریم. دقیقاً. حالا همین بچه‌ها شما نظر کامنت بذارید ببینیم نظر شما چیه. خب بچه‌ها رسیدیم به هوم دیپو، جای مورد علاقه شهریار. شهریاری مغازه رو خیلی دوست داره بچه‌ها. ببینید که لوازم ساختمانی چطوریه. دقیقاً الان حس چیه داری برمیگردی هوم دیپو؟ حس خوبیه. تجربات کلونا محال یادم بده. تجربات کلونا. بچه‌ها ببینید اینجا قسمت چوبشه. اوف. ببین چی شد؟ ببین یعنی همینجا گرونه همه چی ها، یعنی این قسمت واسه خونه، کسایی که خونه دارن، یعنی این قسمت باحال رنتال اسمش، اینجا هر چی بخوای میتونی بری، هر لوازمی که بخوای اینجا رنت کنی، هر چیزی نیاز داری خود بخری. واه مغازه ره. من عاشق این مغازه، خیلی مغازه خفنی، همه چی هم پوش داره. چی میخوای مثلا درل میخوای؟ این چنده؟ این درلا این چطوریه؟ میلواکی یه درل چند؟ 119 دلار. بازه اسپشیال اره داره، ارهای این مدلی. بعد هر قسمتی اومده، بعد هر قسمتی رو یه مارکی گذاشته، مثلا این مثل یه مارکر خیلی معروف اینجا دیوالته، مثلشون میلواکی. مثلا اینجا نیا کن، الان میای اینجا این آبیا همشون ماکیتا، ماکیتا هم برند خوبیه، ارهاشو گذاشته. بعد زرده دیوالته همشون اینه، همون این هم بریجیده، این هم رویال گیم، برند خیلی ارزونیه اگه از خراب بشه. بعدش این رو دور بزنیم، این میلواکی برند خفنیه، قرمزه برند خیلی خوبیه. اگه ببینید از همه چی داره، خواهد نشون بدم چه چیزایی داره. قره به میگن تیبل سا، که اگه میخوایی چیز بلند ببردی میذاری روی این، این هم که با دست میزنی، کوچیکشو داره که راحت حمل و نقل کنی، بزرگشو داره واسه کاتای بزرگتر. کیف این بلوئره باد میزنه، این نمیدونم چیه، تالا استفاده نکردم ازش. این اینفلیتوره، این هم باد میزنه. اینا چراغه، بعدش این یکیش پامپه، اینا یه دونه از هندساب، این میگم عرص که تو دستت میتونی بگیری کات بکنی، این هم هندسای کوچیکتر. نیلگان، اینا رو که
میخ میزنه باش، این میخ کوچیک میزنه، این میخ بزرگ میزنه، واسه فریمینگ، واسه کارپنتریه. به اینا میگن سازار، یه اره بلند میره سرش میشینه، مثلا میتونی مستقیم اینجوری ببری. بعدش این بهش میگن گرایندر، که اینجا میاد دینه سرش میشینه، مثلا میتونی آهن باش ببری، چیزی رو بسابی گرایند بکنی. من چقدر در با لوازم ساختمانی اطلاع دارم بچه ها، اینایی که نمیدونستم بدونم، من کنستراکشن انجام میدم، کنستراکشن سنگین. اینجا رو ببین، این همش دیوالت، حالا همه اونایی که بهتون نشون دادم مارک دیوالت، و این برم همه اونا مارک ریجید. خب بریم بگیریم دنبال چی اومدیم اینجا؟ دنبال فلورینگ. آها ما اومدیم اینجا فلورینگ بگیریم. بچه میگم قسمت فلورینگش بهتون نشون بدم که کارپت کف چنده. خب رسیدیم به قسمت فلورینگ بچه ها. نمیبینی تایل داره بچه ها. نظر شما این تایل یا چیه؟ این تایل یا چیه؟ کیکه یا نه؟ تایل نیست، واینال. این هم واینال. نمیبینی؟ اینا دیگه پلاستیکی هم بچه ها، هیچیشون نمیشه. آب هم بخوره بهشون هیچیشون نمیشه. مثلا الان خیلی خونه اینا استفاده میکنن. چند؟ 398 اسکوئر فیت. چنگی رو بردی؟ 1.84. عالی بچه ها، همین رو میخوادیم بخریم. پس بچه ها فکر کنم تا الان شهریار اشتباه گفته 3000 تا نشه. کوالیتی بهتر، کوالیتی بهتر. اینه کلوفتر هستم ببینم. آندرلی هم داره خودش، خودش آندرلی داره. اونم داشت آیا آندرلی نداره؟ اوکی خواهد یه آندرلی هم جدا باید بگیریم. 2.28 آندرلی داره یا نه؟ باز کنیم یکشو ببینیم. این هم هست، این چه شبیه چوب میمونه بچه. او این چه آندرلی خفنی داره زیرش. اوف ببین چی داره، رنگش هم بامزه است. آره بچه ها این شد دیگه. یارو اومد اومد هم میزن ایرانی بازی زن بیارم تخفیف ازش بگیرم، گفت تخفیف نداریم. 1100 اسکوئر فیت از این میخوایم بگیریم، میشه 2500. البته شهریار راست گفته، خاطر اینکه ما مالیاتش میشه تقریبا 3000 تا. فکر کنم دقیق بشه 3000 تا اکچولی، یعنی ماشین حساب مغز این بشر. این خانمه داره کمکمون میکنه. بچه اینجا این موبایل دارن، این موبایلشون قیمت ها همه چی هست. ببین اینو این موبایله میزنه میره پیدا میکنه کارهایی میکنه اون ته. آقا اومدن به ما رسیدشو دادن و شهریار درست گفت به 2800 دلار. 2800 دلار بعد مالیات، 2500 تا قبلش جی اس تی که 5% 125 دلار، پی اس تی هم که 7% 175 دلار، شد 2813 دلار قیمت کفپوش. توی یه از خونه ها ماشین ظرفشوییش خراب شده، یه ماشین ظرفشویی هم باید بخرم. اونجا بخری، اونجا بخری، خرج کنی، بخری، خرج کنی، آخر سر یه روزی برگرده. برو بریم. خریدیم داریم میریم. کجا داریم میریم؟ آها داریم میریم ماشین رو چارج کنیم. یه کار کوچیک دیگه هم داریم و بعدش هم ماشین چارج کنیم برگردیم ونکوور. فکر کنم یه نصف روز دیگه تو راهیم، 4 ساعت و نیم دیگه راه تا ونکوور. برو بریم. ما نشستیم تو ماشین که چارج بشه. دارم این ویدیو رو میبینم، این ویدیو مازراتی جدید و مازراتی قدیمیه، چون قدیمی هم مثلا با 35000 دلار الان میشه خرید، جدید 350000 تا. ولی تسلا که هیچ وقت حوصله سر نمیره. اوه بکردم اینجا آسمون چه قشنگه. شایدم که همیشه تو موبایل شاید در راه برگشت به ونکوور هستیم. میخواستم این ولاگ رو با هاتون دیگه اینجا تموم بکنم. چه روز بلندی بود. ساعت الان 7 و خورده یه شبه، فکر کنم ساعت 11-12 شب برسیم ونکوور. روز طولانی بود، ولی از این که با ما در این مسیر هم مسیر بودین ازتون تشکر میکنم. امیدوارم که از این ولاگ چارت چیز یاد گرفته باشین و لذتش رو برده باشین. تا شما به برنامه دیگر، شما رو به یاد و نام خدا میسپارم. فعلا شهریار جان خدافظ بچه‌ها. خدافظ همه‌تون.